آقای ادوارد هاپر، هنرمندی که بیش از 60 سال مشغول نقاشی نمای امریکا بوده و اینک 83 سال از عمرش می‌گذرد. مینورو یاماساکی، معماری که عقیده دارد ساختمان‌ها باید انسان را در آغوش بگیرند و روح او را آزاد کنند. ریچارد هانت، هنرمندی که به نمای همه چیز امریکا علاقه دارد و از فلز و سیم مجسمه های زیبا می سازد. آقای انسل ادامز، هنرمندی که به چگونگی طبیعی امریکا توجه خاص دارند و زیبایی آن را با دوربین عکاسی خود نشان می دهند. هنرهای بصری. این مؤسسه هنری شهر دترویت است که در کنار یکی از میدانهای زیبای شهر قرار دارد. هنگامی که این مجسمه متفکر که از روی مجسمه اصلی کپی شده در اوایل قرن بیستم به شهر دترویت آورده شد، فرهنگ ملی امریکا از حال یک فرهنگ تقلیدی و قرضی گذشته بود و مردم امریکا با کلمه فرهنگ راحت حس می کردند. این حس راحتی امروز خیلی بیشتر است، زیرا ملت در ایجاد ظرافت و عالی بودن ماهیت فرهنگ خود نقش مهمی ایفا کرده است. ما از طریق بررسی چند صحنه از هنرهای بصری قسمتی از فرهنگ امریکا را از جلوی چشم می گذرانیم و رشد و انضباط فعلی آن را مورد توجه قرار می دهیم. چند وقت پیش یک مجموعه از نقاشی‌های